سلام به شما مخاطبان سرخابی، امشب هم با یه شماره دیگه از روزنامه سرخابی همراه شما هستیم و میخوام به طور مفصل در مورد فینال آسیا صحبت کنیم. از دردسرهای VAR و دستهای مهدی شیری و حرکت احمد نوراللهی گرفته تا بهترین های جام و گزارش رکورد شکن عادل فردوسی پور و البته نگاهی هم بندازیم به حرفای علی پروین، مصاحبه یحیی گل محمدی و البته کریخونی های استقلالی ها. جام از دست پرسپولیس افتاد. بالاخره سوت بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا هم به صدا در اومد، اما بین حال پرسپولیسی ها از سوت شروع تا سوت پایان تفاوت زیادی وجود داشت. سوت پایانی که خبر از شکست 2-1 سرخ‌های تهرانی میداد، اون هم در حالی که حریف کره‌ای هر دو گل خودش رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. تک گل پرسپولیس دقیقه 46 توسط مهدی عبدی با یک ضربه دقیق به ثمر رسید، ولی فقط 4 دقیقه بعد و در واپسین ثانیه‌های وقت اضافه روی بی‌دقتی احمد نوراللهی داخل محوطه جریمه خودی VAR رأی به اعلام پنالتی به سود اولسان داد. ضربه ای که البته حامد لک دفع کرد، اما در ادامه جونیور روی ضربه برگشتی اشتباه خودش رو جبران کرد و بازی رو به تساوی کشوند. گل دوم تیم کره ای هم دقیقه 55 بازی باز هم از روی نقطه پنالتی و باز هم توسط جونیور به ثمر رسید. هدیه ای که مهدی شیری با دستهای بازش به رقیب داد. به این ترتیب قصه دومین حضور پرسپولیس طی 3 فصل گذشته باز هم پایان خوشی برای ما نداشت و همچنان حسرت قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا به دل تیم‌های ایرانی بمونه. ای وای از VAR، اما ماجرای VAR و فینال لیگ قهرمانان آسیا مفصل‌تر از این هاست. فاکتوری که هر چه تونست به ما ضربه زد، هم علیهمون قضاوت کرد و هم چشم‌هاش رو روی خطای رقیب بست. از پنالتی اول سختگیرانه هم که بگذریم، نمیتونیم در مورد دقیقه 86 مسابقه حرف نزنیم، جایی که احمد برای جبران اشتباهش به دل رقیب زد، اما بعد از کشیده شدن پیراهنش توسط بازیکن کره‌ای در محوطه جریمه اولسان سرنگون شد. در اون لحظه همه پرسپولیسی ها مطمئن بودند که داور به سود نماینده ایران اعلام ضربه پنالتی خواهد کرد، اما باز هم VAR تصمیمی علیه پرسپولیس گرفت. جونیور دبل کرد اما بهترین نشد. با وجود درخشش جونیور، مهاجم 33 ساله برزیلی و ثبت دبل، کنفدراسیون فوتبال آسیا یون بیدگارام رو به عنوان بهترین بازیکن دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد. شماره دهی که عملکرد خوبی در این دیدار داشت و از عوامل اصلی پیروزی تیمش در این مسابقه حساس بود. فاکتوری به اسم عادل و رکورد شکنی بزرگ. عادل فردوسی پور که به دعوت AFC برای گزارش دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا به قطر سفر کرده بود، موفق به ثبت یک رکورد بزرگ شد. گزارش لایو فردوسی پور در اکانت اینستاگرام AFC فارسی با 809,000 بیننده به عنوان پنجمین لایو پربیننده دنیا و پربیننده ترین لایو فارسی شد. کنایه علی پروین به کیروش و دلداری به شیری. علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس که مهمان حضوری ویژه برنامه فینال لیگ قهرمانان آسیا در تلویزیون بود، با تعریف از یحیی و کنایه‌ای به کارلوس کیروش مدعی شد که عادل فردوسی پور مخالف مربیان ایرانی بوده، اما پرسپولیس با مربی ایرانی به فینال آسیا رسیده. پروین بعد از پایان مسابقه با بیان اینکه چیزی از ارزش‌های پرسپولیس و یحیی کم نشده، از هواداران خواست با شیری مهربان باشند. آه حسرت دایی. بعد بازی فینال پرسپولیسی ها هم در شبکه‌های اجتماعی بیکار نبودن و اکثرا به بازیکنان تیم خسته نباشید گفتن و براشون در آینده آرزوی موفقیت کردن. علی دایی که از این پرسپولیسی ها بود و به این نکته اشاره کرد که پرسپولیس لیاقت قهرمانی رو داشت و حیف شد که به این افتخار نرسید. عذرخواهی گل محمدی از هواداران و وعده‌ای برای آینده. یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از شکست مقابل اولسان اعلام کرد که تیم تحت رهبریش در صحنه‌های حساس بازی تمرکز نداشته و گل‌های راحتی رو به حریف تقدیم کرده. او با عذرخواهی از هواداران وعده داد تا با تلاش بیشتر و تقویت تیم به قهرمانی آسیا دست پیدا کند. شایعه ترخ در خصوص بشار در قطر به حقیقت پیوسته. بشار رسن، هافبک خلاق و عراقی سرخپوشان پایتخت که از مدت‌ها پیش شایعه جدایش از پرسپولیس به گوش می‌رسید، بعد از شکست برابر اولسان در فینال لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد که به ایران بر نخواهد گشت و در قطر باقی خواهد ماند. به این ترتیب ماجرای پرسپولیس و بشار در دوحه به پایان رسید. شکست پرسپولیس و جشن استقلالی‌ها. بلافاصله بعد از به صدا در اومدن سوت پایان فینال لیگ قهرمانان آسیا، شکست پرسپولیس باعث شادی استقلالی‌ها شد. هر کدوم از بازیکنان استقلال به نحوی برای پرسپولیسی‌ها کری خوندند. یکی با استوری و نشون دادن جام‌های قهرمانی آبی‌ها در آسیا و دیگری با نوشتن جملات کنایه‌آمیز. در این بین فرهاد مجیدی نیز با انتشار عکسی از قهرمانیش در آسیا همراه تیم العین در سال 2003 برای پرسپولیسی‌ها کری خوند.
فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.